سلام، جمعه 11 خرداد 97، اول جوان 2018 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه روسیه و اسرائیل توافق کردند برای خروج ایران و نیروهای طرفدار اون از مرز اسرائیل و سوریه تا 70-80 کیلومتری این مرز. در پاره خبرها آمد که نیروهای حزب الله لبنان از جنوب سوریه و مرز اسرائیل عقب نشینی کردند، اگرچه حزب الله لبنان تکذیب کرده. اما نماینده روسیه در سازمان ملل رسما تایید کرد که توافق با اسرائیل به عمل اومده و به زودی متن توافق هم رسما اعلام میشه. جالبه که رمضان شریف سخنگوی سپاه در نماز جمعه امروز تهران ادعا کرد که رژیم صهیونیستی از زمان تشکیلش تا کنون برای اولین بار ضرب شست جانانه ای از جبهه مقاومت در بلندی های جولان دریافت کرد و این آغاز یک راه بزرگ. البته باید از رمضان شریف و آقایون سپاهی ها و شخص آقای خامنه ای پرسید که کدام جبهه، کدام مقاومت هزینه کردن میلیاردها دلار پول مردم و جان هزاران نفر از ایرانی ها، افغان ها، پاکستانی ها و سوریه‌ای ها برای دشمنی با اسرائیل با یک فشار روسیه به اتمام رسید و عملا بعد از حملاتی که به جمهوری به مقرهای سپاه بیش از 50 نقطه شد، جرأت نفس کشیدن هم نداره. ضرب شستی هم که آقای رمضان شریف میگه پرتاب 20 راکتی بود که 16 تای اونها حتی به خاک اسرائیل هم نرسید و 4 تایی هم که رسید با دفاع گنبد آهنین اسرائیل به راحتی مهار شد. سوء مدیریت، ندانستن مقتضیات سیاسی دنیا، اعتماد بیش از حد به روسیه و هدر دادن تمامی فرصت‌های مردم ایران حاصل سیاست‌های ویرانگر آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران. امثال آقای روحانی و یا ظریف و دیگران هم دست کم در این حد مقصرند که جلوی این سیاست‌های مخرب رو نگرفتند و جلوی اتلاف منابع ملی ما نایستادند. سیاست خارجی غلط، استراتژی ناموزون با مقتضیات امروز دنیا، سر شاخ شدن با اسرائیل، آمریکا، عربستان و انزوای کامل سیاسی و اتکای بیش از حد به روس‌ها، حاصلش این شکست و سرشکستگی بزرگ بوده. موضوع دوم اینکه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با استعفای آقای کروبی از دبیر کلی مخالفت کرد. همینطور آقای منتجب نیا قائم مقام دبیر کل هم استعفاش پذیرفته نشد. آقای کروبی در نامه‌ای خواستار کنارگیری شده بود، برای اینکه گفته بود که وضعیت حصر معلوم نیست و ظاهرا اسرائیل باید یا تکلیف این طرف رو معلوم کنه یا آن دیگری رو، که منظورش آقای خامنه‌ای. معاون امور تالاب ها در دفتر زیستگاه های سازمان حفاظت از محیط زیست خبر داده از اینکه از 105 تالاب شناخته شده کشور 60 تالاب خشک شده. به لحاظ وسعت هم از 3 میلیون هکتار تالاب های کشور 30% اونها خشک شده. فاجعه زیست محیطی از خشک شدن این تالاب ها در ابعاد مختلف چهره نشون میده، از جمله
ریزگردها که اکنون منشأ داخلی پیدا کرده و در استانهای مرکزی ایران هم مسئله ریزگردهایی که از خشک شدن تالابها ناشی میشه به صورت مشکلی جدی در آمده. رئیس دادگستری تهران هم دستگیری آقای معتمد نژاد دبیر کل دانشجویان عدالت خواه رو تکذیب کرده و همینطور وثیقه گرفتن، اما این دانشجو با انتشار متن هزاریه دادگستری و وثیقه 50 میلیون تومانی مشت دروغگویی قوه قضاییه رو باز کرده. موضوع سوم این که خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی بر اساس گفته های سفیر آمریکا در آلمان عنوان کرده که امریکایی ها به اروپایی ها گفتند اگر اروپا با آمریکا در زمینه های امنیتی همکاری کنه که در رأس اون فشار بر جمهوری اسلامی ایران هست، اون وقت امریکا از تعرفه هایی که اخیراً گذاشته و جنگ تجاری با اروپا کوتاه خواهد آمد. تعرفه های فولاد 25% و آلومینیوم 10% بیش از همه به آلمان خسارت خواهد زد و همینطور به سایر کشورهای اروپایی. اگرچه اروپایی ها گفتند که به سازمان تجارت جهانی شکایت می کنند، اما خواهان جنگ تجاری با آمریکا نیستند و این تحلیل بلومبرگ بعد دیگری است از اینکه امریکا مصمم است فشار روی ایران رو افزایش بده و اروپایی ها به خصوص آلمانی ها رو با خودش همراه کنه. آقای ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم تایید کرده که در صحبتهاش با آقای پوتین عنوان کرده که دنبال توافق جدیدی است که آمریکا هم اون رو امضا کنه و مسئله موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران در اون آمده باشه و گفته اگر این توافق جدید امضا بشه فرانسه هم از برجام میتونه خارج بشه. شرکت دایلم کره جنوبی هم که در پالایشگاه اصفهان قرارداد 2 میلیارد دلاری رو امضا کرده بود، رسما قرارداد رو فسخ شده اعلام کرد و گفت که نتوانسته منابع مالی برای این پروژه اعتبارات لازم رو از بانک ها اخذ کنه. موضوع چهارم این که فدراسیون فوتبال ایران مسابقه تدارکاتی با یونان رو لغو کرده به دلیل اینکه یکی از حمایت کنندگان تیم ملی یونان یک شرکت آبجوسازی است که طبیعتاً تبلیغ هم خواهد کرد. موضوعی که در همه دنیا رسمه و شرکت‌های مختلف اسپانسر و تأمین کننده تیم‌های ملی میشن و از قبل اون آگهی‌هاشون رو پخش می‌کنن. به هر حال یونان از دست فدراسیون ایران به فیفا شکایت کرده، جمهوری اسلامی هم شکایت کرده و جالبه که حتی کشور تیم ملی کوزوو رو که در ردبندی فیفا رتبه 158 دنیا هست هم حاضر نشده بازی با تیم ملی ایران که در استانبول اردو زده انجام بده، برای اینکه ایران میخواسته بازی بدون تماشاگر و پشت درهای بسته صورت بگیره، مبادا تلویزیون لابد صحنه‌هایی از تماشاگران نشون بده. به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی داره به جام جهانی میره که تنها یک بازی تدارکاتی دیگه خواهد داشت، اون هم با لیتوانی در خاک روسیه. شرکت نایک امریکا هم که به عنوان تبلیغ به همه تیم‌های ملی همه کشورها اعضاشون کفش هدیه خواهد کرد اعلام کرده به دلیل تحریم ها به تیم ملی ایران کفشی نخواهد داد. اگرچه این ادعای نایک عجیبه، برای اینکه قاعدتا هدیه این گونه مشمول تحریم نمیشه، اما نشون دهنده نگرانی است که کمپانی های به خصوص امریکایی از دور جدید
تحریم های امریکا دارند. اما موضوع آخرین که آقای احمدی نژاد در تبریز بالاخره صحبت کرد، از جمله ایشون در صحبتشون فرمودند که خداوند دولت های نهم و دهم یعنی دولت ایشون رو بر سر کار آورد. ظاهرا داستان حاله نور، سریال حاله نور دست از سر این آقای احمدی نژاد بر نمی داره. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا. شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.